Välkommen till ytterligare program från Studio Sverige. خوش آمدید به یک برنامه دیگر با استودیو سوئد. Vi har under två tillfällen talat om den auktoritet vi har i namnet Jesus. ما در دوبار اخیر که برنامه داشتیم در مورد اقتداری که در نام عیسی وجود داره صحبت کردیم. Vi har sagt att auktoritet beror på hur mycket man har fått delegerat. و گفتیم که اقتدار به این برمیگرده که چقدر به ما سپرده شده است. Och hur mycket den som delegerar har bakom sig så att säga. و اون کسی که این اقتدار را دارد دارای چقدر اقتدار هست. Gud som har all auktoritet. خدایی که همه اقتدار را به دست دارد. Delegerade den till Jesus. اون را اقتدار را سپرد و داد به عیسی مسیح. I fullt mått. در میزان بسیار در میزان کامل. Så vi läste förra gången. همینطور که دفعه پیش خواندیم. Där Jesus säger jag har fått all makt. عیسی گفت که من همه قدرت را در آسمان و زمین به دست گرفتم. Vi kan också läsa Filipperbrevet 2:9. همچنین می توانیم از فیلیپیان 2 و آیه های 9 و 10 بخوانیم که می گوید پس خدا نیز او را یعنی عیسی مسیح را به غایت سرفراز کرد و نامی برتر از همه نام ها به دو بخشید تا به نام عیسی هر زانوی خم شود در آسمان بر زمین و در زیر زمین. Vi talade om det här förra gången. ما در این مورد در دفعه پیش صحبت کردیم. Att Gud har liksom sammanfattat all den auktoritet han har delegerat till Jesus i ett namn, namnet Jesus. که خدا همه این اقتدار را و کاملیت الهی را در نام عیسی مسیح جمع زده است و فراگیر کرده است در اونجا. So namnet Jesus är över alla andra namn. پس نام عیسی مافوق جمیع نام هاست. یعنی بر و بر هر نامی چیره شده است. Och så säger Jesus här i Lukas 10:19. و عیسی اینطور میگوید در لوقا فصل 10 و آیه 19 میگوید لوقا 10 و 19 اینک شما را عیسی میگوید اینک شما را اقتدار میبخشم که ماران و عقرب ها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید. سو یسوس tar och delegerar den makt han har fått ifrån Gud till sina barn. پس عیسی اون قدرتی را که از خدا گرفته است رو این واگذار میکند و میسپارد به فرزندان خودش. För Jesus vill inte lämna ut sin brud. زیرا عیسی نمیخواهد عروس خودش را تنها واگذارد. Försvarslös mot djävulens listiga angrepp. و بدون دفاع در مقابل نیرنگ های و حیله ها و حملات دشمن. So Jesus har givet oss auktoritet, makt. پس عیسی به ما هم اقتدار و هم قدرت را بخشیده است. Och nu ska vi läsa ett ställe som talar om varför vi har fått det. و الان میخواییم جایی را بخوانیم که چرا ما این را یافته ایم. Markus 16, vers 15-18. در مرقس 16, مرقس فصل 16 و آیه های 15 تا 18 میخوانیم. آنگاه عیسی به دیشان فرمود به سر تا سر جهان بروید و خبر خوش را به همه خلایق موعظه کنید. هر که ایمان آورد و تعمید گیرد نجات خواهد یافت، اما هر که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. و این آیات و نشانه ها همراه ایمانداران خواهد بود. به نام من، به نام عیسی مسیح، دیوها را بیرون خواهند کرد و به زبانهای تازه سخن خواهند گفت و مارها را با دستهایشان خواهند گرفت و هرگاه زهری کشنده بنوشند گزندی به آنها نخواهد رسید و دستها بر بیماران خواهند نهاد و آنها شفا خواهند یافت. Alltså tecken ska följa den som tror. پس این آیات و نشانه ها به دنبال کسی که ایمان دارد خواهد بود. I mitt namn ska de driva ut onda andar. در نام من ارواح ناپاک را دیوها را ارواح شریر را بیرون خواهند راند. En helt fantastisk sanning. یک راستی بسیار شگفت انگیز. Så Jesus har delegerat sitt namn för att vi ska kunna använda det. پس عیسی نام خودش را به ما سپرده است تا ما از آن استفاده کنیم. Eftersom Jesu namn är över alla andra namn. و چون که نام عیسی ما فوق جمیع نام ها سو ار ان فانتاستیک گووا وی ها فوت. پس ما هدیه و عطیه بسیار گرانبهایی رو گرفتیم. لس افسسیبریت 1:20-22 از افسسیان می خوانیم فصل 1 آیه های 17 تا فصل 1 آیه های 20 تا 22 افسسیان 1:20 تا 22
که آن را در مسیح به کار گرفت. خدا قدرت بی‌نهایت عظیم خود را که در ما ایمانداران در حال کار است را در مسیح به کار گرفت. آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جایهای آسمانی بر دست راست خود نشانید، بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت و بالاتر از هر نامی که چه در این عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آن بیاید، از آن کسی شود. بله، پس و همه چیز را زیر قدم‌های عیسی نهاد خدا و مقرر فرمود که او عیسی برای کلیسا سر همه چیز باشد. حسیه به پاولوس هارم بیان. در اینجا می‌بینیم که پاولوس یک دعایی دارد. اتم سم لیست ده بریابد. که آنهایی که این نامه را می‌خوانند، سکافون رت کنسکاپ. دانش صحیحی داشته باشند. و فشتو. و بفهمند. بیکن انورم کرافت و مکت وی هار ایسوس. چه قدرت عظیم و نیروی بسیار بزرگی در عیسی داره. اپلیسوس. نوشته شده است که چشم دل ما روشن گردد. Det enda sättet man kan se på det är att man har ljus. تنها به طوری که می توانیم دید این است که ما نور داشته باشیم. و دو و یا فر اکسو بیده نبیان. و من و تو هم می بایستی که این دعا را بخواییم بکنیم. و ده می جهت از لنگتن. و دلتنگی دل من این است. ات الا دسا میلیون نی فرلسته این ایران. که همه این هزاران و میلیون ها نفر این نوع ایمانی که در ایران وجود دارن. سکا فشتو و رو اگر ای کریستوس یسوس. بتوانند بفهمند چه چیزی را در مسیح عیسی اونها صاحب هستند. و فشتو ویکن انورم کرافت سوم ا ورکسام ای دن سوم ترور. و بفهمند که این قدرت عظیم که در ایمانداران در حال کار است. اتالا پاولوس هم. اینجا پاولوس در این مورد صحبت میکنند. ات ده سما کرافت سوم ورکده نر گود تو یسوس ایفرون دوتسریکت. همان قدرتی که خدا ازش استفاده کرد و عمل کرد به وسیله اون قدرت و عیسی را از دنیای مردگان برخیزانی. در این ستشتا کرافت سوم گود نوگنسین هر اوتلست. این بزرگترین و عظیمترین قدرتی است که خدا تا به حال از اون استفاده کرد. یسوس و یبلنس امروده. عیسی در حیطه و محدوده شیطان بود. هن توگ نکلنا ایفرون هنم. عیسی کلیدهای مرگ و دنیای تاریکی را از دست شیطان گرفت. تریومفیرده اوور هنم. و بر روی او پیروز و چیره گشت. و سو سیر پاولوس هر. و بدین طریق پاولوس در اینجا میگوید. ات سما کرافت. که همان قدرت. ورکسام. در حال عمل است. Det betyder den pågår just nu. یعنی که همکنون در حال عمل است. Du som lyssnar. شما که میشنوید. Samma kraft som över Jesus. همان قدرتی که بر عیسی مسیح بود. در زندگی شما در حال عمل است. Halleluja. Halleluja. För den som tror. برای اون کسی که ایمان دارد. Inte för speciellt utvalda. نه برای اون کسانی. Utan för var och en som tror. نه برای اون کسانی که بر خیلی مخصوصا برگزیده شده باشند. بلکه برای ایمانداران، برای مؤمنین، برای مؤمنین این قدرت در حال کار است. اصلا این کرافت سون پوگور هر و نو. پس قدرتی است که همکنون و در حال حاضر در حال کار است. سو یسوس ها گیوت اس مکت. و عیسی این قدرت رو به ما عطا فرمود. دن ار دین. این مال تو است. و سوم آلتینگ آنات ای گودز لوفتن. و در همین طور هست به همه وعده های الهی که در کلام هست. سو فور تموت ای ترو. پس این رو بایستی که در ایمان ما بگیریم و دریافت کنیم. The great I am, the God of Abraham, Jehovah Shalom, the God of peace I am, the God of Israel, the everlasting one. He is Jehovah, the God that healeth thee. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. He is Jehovah. Jehovah, the God that healeth.
your provider, Jehovah Jireh, God of salvation, God of Messiah, the Son he sent to you and testified of him. He is Jehovah, the God that healed me. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. He is Jehovah, Lord God Almighty. He is Jehovah, the God that healed me. Jesus också till lärjungarna. این را همچنین عیسی به شاگردان خودش گفت. حسا گویت و یار علت لاریونگ. گفت که بروید و همه را همه امت ها را شاگرد سازید. Och driv ut onda andar. و ارواح ناپاک را از اونها اخراج بکنید. Låt oss se hur Petrus praktiserade det här efter att Jesus hade lämnat dem. بگذارید ببینیم که پتروس چطور این را به طور عملی کاربردیش چجوری بود و بعد این بعد از وقتی بود که عیسی اونها را دیگر ترک کرده بود و رفته بود به آسمان. اپوستلیانه 3 vers 67. در اعمال رسولان می‌خوانیم کارهای رسولان فصل سوم آیه های 6 تا 7. اعمال 3 آیه های 6 تا 7 میخوانیم. و اما پتروس به وی گفت: مرا زر و سیم نیست، مرا طلا و نقره نیست، اما آنچه دارم به تو میدهم، به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و راه برو. سپس دست راست مرد را گرفت و او را برخیزانید، همان دم پاها و ساقهای اون قدرت گرفت. Vad jag har, sa Petrus. Petrus به اون مردی که مفلوج بود، فلج بود، نشسته بود سالیان سال، گفت که آن چرا که من دارا می باشم، آن چرا که من دارم. Han hade inga pengar att ge honom. پولی نداشت که به او بدهد. Men han hade någonting. ولی فقط چیزی داشت. Han hade Jesu namn. نام عیسی را داشت. Precis som du som lyssnar har. همینطور شما که میشنوید دارید. Som har bekänt Jesus som Herre. شما که عیسی مسیح را به عنوان سرور و خداوند خودتون پذیرفته اید. Petrus använde det han hade. عیسی هم پتروس هم از اون چی که داشت استفاده کرد. Observera han säger i Jesu namn. متوجه باشید که ببینید چه میگوید. میگوید در نام عیسی. Och vi har fått lära oss att det betyder auktoriteten som ligger bakom det namnet. پس ما این رو یاد گرفتیم الان در این چند روزه که اقتداری که در پشت این نام خوابیده. Så han säger inte Petrus namn. پس نمیگوید که در نام پتروس. Han säger Jesu namn. میگوید در نام عیسی. I det namn som är över alla andra namn. در نامی که مافوق جمیع نام. Så använder Petrus det. و این بدین طریق پتروس استفاده میکنه. هم بیر اینت فر ان شوکه. و دعا نمیکند برای مریض که آه خداوند اینو شفاش بده. بلکه هم بفله. بلکه فرمان میدهد. استل اپ دینا بین. میگوید برخیز بر روی پاهایت. در نام پرقدرت عیسی مسیح. اوملبارت فیکت نا مانن. همون لحظه رفت و استیرکا ایسنا بین. قوت و قدرت یافت در پاهایش. و هم دانس و فرویده سه. و شروع کرد به رقصیدن و به شادی کردن. سو پتروس یورد اکزکت و یسوس هاد یورد. پس پتروس دقیقاً همون کاری رو انجام داد که عیسی انجام میداد. یسوع ها sagt att det jag gjorde ska ni kunna göra. Jag har ännu större gärningar. عیسی گفت به ما، گفت که این کارهایی که من میکنم رو شما انجام خواهید داد. آری، بیشتر از این چه که من انجام دادم. بزرگتر. پس اناجیل رو لطفاً بخونید. و سیر و مندر یسوع یورد. و ببینید اون معجزاتی که عیسی انجام داد. سویت ات یسوع ها بفالت یورا لیکادون. و بدانید که عیسی به شما فرمان داده است که همون کارها رو نیز شما میتوانید انجام دهید. Det är att vara lärjunge. پس شاگرد بودن همین است. Att göra som sin mästare. که دقیقاً همون کاری رو که استاد ما میگوید رو اون رو انجام دهید. Därför är det så viktigt att veta vad vi har. پس این بسیار مهم است که بدانیم چه چیزی داریم. Vad vi har i namnet Jesus. چه چیزی رو در نام عیسی داریم. Amen. 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 Så andligt sett får vi inte vara okunniga. پس در مورد روحانن باید ما نبایستی که بدون دانش و علم باشیم که چه داریم چه نداریم. آیا بشنه یا ویلی میت لیو.
پس من احساس میکنم که میخوام زندگیم را بدهم. فرایی علمینا الاسکر سیسکن این ایران. همه خواهران و برادران عزیزم در ایران. کنسکاب آنوارم هار این نامنیت یسوس. دانشش رو داشته باشند که در نام عیسی چه چیزی را اونها صاحبند. آمین. لوسوس لسا ای افسیبیت 1:17. بگذارید از افسوسیان 1:17-21 بخونید. افسوسیان فصل 1 آیه های 17-21 میخوانیم. از خدای سرور ما عیسی مسیح آن پدر پرشکوه میخواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید، تا چشمان اذهانتان روشن شده امیدی را که خدا شما را بدان فراخوانده است بشناسید و به میراث غنی و پرشکوه او در مقدسان پی ببرید و از قدرت بی نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم آگاه شوید. این قدرت برخواسته از عمل نیروی مقتدر خداست که آن را در مسیح به کار گرفت آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جایهای آسمانی بر دست راست خود نشانید. پس بالاتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت و هر نامی که چه در این عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آن کسی شود. آمین. 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 سوسن پولس باد سویا بی افریر. همونطور که پولس دعا کرد همینطور میخواهم من برای شما دعا کنم. دو دین سی ده کان بی افر دوم سم ایمید این هوس فشام. ولی شما هم دعا بکنید برای اونهایی که در کلیسای خانگی شما هستند. دیوارو انس کا فون اوپنبار سو فستو و بی هار ای کریستوس. تک تک ما میبایستی که این مکاشفه رو داشته باشیم که در چه چیزی در مسیح داریم. امیای دپریمیراد و ها مسا بشیمر. اگر که من افسرده باشم و خیلی نگرانی‌های مختلفی داشته باشم، سو مستی تا تاگی ده می اکتوریتیت. میبایستی که اونها را با اونها دست و پنجه نرم بکنم، ولی با اقتدار میبایست این کار انجام بدم. او بوکستاولین تالت کاستاره فروم می. و به طور لغوی اینها را از خودم به دور بیندازم. یا لسر گودز اورد اوم ده پروبلم سوم یا هار. من در مورد مشکلاتی مثلا که دارم در زندگی روزانه‌ام در کلام خدا در اون مورد میخوانم. بیرو بشن گودز اورد و کلام رو پیدا میکنم، کلامی که مناسب اون مشکلات من باشد و اون کلام رو در باهاش با اون کلام استفاده میکنم از اونها و در دعاهایم و اعتراف میکنم اون کلام رو. و یا لیتر فولستنت پات گود سکا هیلپا می. و کاملا در توکل و اعتماد هستم که خدا مرا یاری خواهد کرد. وگرر واره اوندر. من خودداری میکنم که زیر باشم و därför Jesus har satt mig att vara över. بلکه عیسی مرا بر روی و بالاتر از همه چیز. Det som vill trycka ner mig. بالاتر از اون چه که میخواهد من را مورد فشار و ستم خود قرار. Jag ska bli konkret och läsa ett väldigt bra bibelställe. من میخوام الان بسیار مشخص باشم و میخوام یک جایی رو در انجیل برای شما بخونم. فیلیپی‌برویت 4:6-8. در نامه فیلیپیان فصل 4 آیه های 6-8. فیلیپیان 4:6-8. عیسی میگوید یا بله در اینجا میگوید که برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه یا با خواهش و تمنا همراه با شکرگزاری درخواست های خود را به خدا ابراز کنید. بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است دلها و ذهنهایتان را در مسیح عیسی محفوظ خواهد نگاه داشت. در پایان ای برادران، هر آنچه راست است، هر آنچه بالاست، هر آنچه درست است، هر آنچه پاک است، هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی است، بدانها بیندیشید. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید. Amen. Det står inte att bekymren ska lämna mig omedelbart. Där inte jag nämnde nashoda att نگرانی ها همون لحظه مرا ترک خواهند کرد. لوت گود ویتا ایرا اونسنینگ. بلکه نوشته شده است که بگذارید خدا از خواهش های شما، از اون چرا که از درخواست های خود را به خدا بگذارید خدا بداند در اون. یا لمنر هیلت انکلت فرام مینا بهوف ینو بون و کلان. پس احتیاجات خودم را به وسیله دعا و مناجات، به وسیله دعا و استغاثه و همراه با شکرگزاری میگذارم که خدا اونها را بداند.
hört min bön. Va bad az on midanam ke khoda duaye mara shenide ast. O i tro tar jag emot bönens svar. Va dar iman ejabat dua ra daryaft mikonam. Fast jag har inte sett något svar än. Albatte ke hanuz javab ra nadidam ba cheshman jismi khodam. Men under tiden jag väntar på bönens svar. Valikan dar tul moddati ke montazer javab dua hastam. Så ser jag inte på problemen. Be mushkel digar negah nemikonam. Jag ser på svaret. Balke be javab negah. Svaret är Jesus. Va javab khod Isa. Jag ser på honom som är min hjälpare. Be o negah mikonam ke yari dehande man ast. Jag håller min blick på Jesus. Cheshme khodam ra be Isa miduzam. Och det är med frid och vila. Va in be man aramish va arami midehad. En vila mitt i stormen. Yek arami drost dar vasat tufan ha. Jag fröjdas och gläds i Jesus. Shadi mikonam va avaz tarannum. Men jag har inte ännu sett några bönesvar. Vali hanuz man ejabat dua ra negirtam. Men jag vet det kommer. Vali midanam ke khahad amad. Det kommer bli en underbar seger. Yek piruzi besyar shigefti khahad shod. Så när tiden är inne kommer han att fullborda det och hjälpa mig. Pas vakti ke dar zaman muayyan khodash qarar begirad o javab dua ra be man midad va mara yari va komak. Det här var ett exempel som du kan använda på allt som du stöter på. Inha nemune ha va misal hay bud ke shoma mitavanid dar arse hay mukhtalif zendegi azesh estefade bokun. Men det betyder alltså inte att du är passiv. Pas be in ma'na hast ke shom be in ma'na nist ke shoma munfa'il bashid va gushgir bashid. Ah, det bara blev så här. Du vill säga ja, bale injur shode ast dige. Ah, Gud. Ja, vad menar du med det? Ah, ya manzur tu chi hast? Che mikhayi be man begui be vali. Så har inte Gud sagt att du ska agera. Khoda nagofte ast ke du ska ta auktoritet. Balke iqtedar ra be dast begiri. Över situationen. Iqtedar bar rooye sharayet va mogeh. Onda problem droger. اگر مشکل با مواد مخدر دارید. سکسوئل اورینهت. اگر ناپاکی های جنسی دارید. میسمود. اگر یأس و ناامیدی دارید. سیکسکا سواگهت. یا ضعف های روانی دارید. فکاستلسه. یا خود تحقیری و این جور چیزا. فردومسه. محکومیت و اینها. ایلسکا ال فروکتان. یا خشم و ترس و این جور چیزها بخشد. تاگ ایده. بلکه اینها را فلواقع باهاشون بشن گودز لفتن. مقابله کنید و وعده های الهی را اعتراف بکنید و وگره افتیسکا و شیلا دین سیگر و خودداری بکنید که اینها بیایند و پیروزی شما را از شما بدزدند. Gud har skapat dig till sin avbild. خدا شما را شبیه خودش خلق کرده است. تا تو کنا لیا و سم یسوس یودا پا یودا. تا اینکه همان گونه که عیسی بر روی زمین زندگی میکرد شما هم بدین وسیله زندگی بکنید. Vi har en kamp att utkämpa. بله ما یک نبرد و جنگی رو داریم که باعث اون رو انجام بدیم. Ni Iran mycket väl. و شما که در ایران هستین رو کاملا میدونید. Men i den kampen. ولی کن در این نبرد و جنگ. Så kan vi vinna seger. ما میتوانیم پیروزی حاصل کنیم. För han som är i mig. چون اون کسی که در من است استورن دن سم ار ای وردن قوی تر و بزرگتر است از آن کس که در این دنیا هست. آمین. En av mina bästa vänner som bor inne i Iran. یکی از دوستان یکی از صمیمی ترین دوستان من که در ایران زندگی میکنن هرینگد می به من زنگ زد och sa kan ni be för mig för det kommer en kvinna till våran husförsamling som behöver hjälp. و گفت که یک زنی در اون کلیسای خانگی که من هستم ایشون میآید و تقاضای کمک میکنه. Hon är under stark demonisk påverkan. و این زن بسیار زیر نفوذ ارواح ناپاک هست. Hon kunde uppleva hur demoner kom och rispade henne så blod rann ut. و کاملا احساس میکند که چطور ارواح ناپاک میان و اون رو خراشیده و چاک میدن و چطور که خون میریزه خون و حتی میتونه کبودی رو روی بدنش ببینید و ده هده لکر و سیکولوگر اینه ایران کنستاتیرد سو ارده و دکترها و روانشناسان در داخل ایران این رو دیدن و اذعان کردن که اینطور هست و لکر و سیکولوگر کنه انت یاره نانتی ولی کن دکترها و روانشناسا گفتن که از دست ما کاری برای تو بر نمی آید. Så de sa så här, vi skickar dig till Qom. پس گفتن که ما تو رو بهتر است که بروی به شهر قم. Så att en hög ayatollah kan befria dig. تا یک آیتولایی که بسیار بالا هست و اینها از مقام بالاتری برخوردار هست اونشون شما را شاید بتونه آزاد بکنه یک کمکی به شما بده. Så man lindade Koran bibelverser om hennes arm binder dem. پس ورداشتن و آیه های قرآنی را که بر روی کاغذی نوشته شده بود بر روی دستانشون پیچیدن برای دستان این خانم.
Men kvinnan sa att hade jag en demon i mig så hade jag ännu fler när jag lämnade kon. Va un khanum goft ke agar ke man qabl az in ke be qom beravam yek ruh napak dashtam alane ke onja ro tark mikonam ba besyari digar onha bar man amade ast. Nu kom den här kvinnan till den här husförsamlingen. Alane in zan miayad va moraje mikonad be kelisay khanegi. Först fick hon höra evangeliet och ta emot Jesus som sin frälsare. Avval az hame ishun injil ro barashun توضیح میدن خبر خوش را و بعد از اون عیسی را به عنوان منجی و سرور و آقا و مولای خودش میپذیرد. Sen frågar min vän, vill du bli fri? بعد از اون دوست صمیمی من از ایشون میپرسه میگوید که آیا میخواهی آزاد بشوی؟ Vad det absolut det hon ville. و بله کاملا ایشون میخواست که این عمل بشه. و من bad en bön. و یک دعا براش کردم. و befallde demonerna lämna kvinnan. و فرمان دادن به این روح ناپاک که اون زن را ترک بکند. Observera det här är en enkel husförsamling mitt i Iran. الان توجه کنید که این یک کلیسای خانگی ساده ای هست که در وسط ایران هست. Inte någon stor församling i Europa. یک کلیسای بسیار بزرگی در اروپا. ولیکن عیسی همان است که همه جا هست. Kvinnan blev omedelbart befriad. اون زن همون لحظه دفعتن آزاد میشه. Hon bara slet av de här bindlarna. و همه این بانداج ها و این چیزها رو از دستش هپاده و یوبلاده و دانساده میکنه و شروع میکنه به رقصیدن و آواز خوندن و شادمانی کردن. Fullständigt fri. و کاملا آزاد میشه. Så jag vill bara hälsa till dig som just nu sitter och lyssnar. پس شما که همکنون ما رو میبینید رو میخوام که به شما سلام بدم و بگویم. Gud är densamma i Iran. سلامی میرسانم به شما از جانب خدا که خدا همان است که در ایران هست. همونطور که در اینجا هست در سوئد اینجا. و خدا با شماست. Glöm inte att använda Jesu namn. از یاد نبرید که نام عیسی را ازش استفاده کنید. Det dyraste namnet som finns. گرانبهاترین نامی که وجود دارد. Herren är med dig. خداوند با شماست. و önskar Guds rika välsignelse. برکات غنی خدا را برای شما آرزومندم. و سی خدا حافظ. و میگویم خدا حافظ. با عرض سلام میخواستم که این کتاب جدیدی هست میخواستیم معرفی بکنیم. کتاب رو خانم لین هامون نوشته است و در مورد دعا هست. این رو میتونید در صفحه اینترنتی ما تهیه بفرمایید.